کنون یا نیکون، مسئله این. سلام همه رفقا، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من حسین هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه. هر که داخل ویدیو کامل درباره این موضوع صحبت کنیم که آقا کنون یا نیکون، حالا چه بهتره، چه خوبه، کدومش انتخاب کنیم، کدوم بخریم، نه راجع به همه چیز میخوام باهاتون داخل این ویدیو درباره کنون یا نیکون صحبت کنم. قبل از اینکه بریم سراغ شروع این ویدیو، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر از محتوای چنل من خوشتون میاد، خیلی ممنون میشم که چنل منو سابسکرایب کنید. این خیلی به من کمک کنید که کانالم بیشتر بشه. بدون معطلی بزنیم بریم سراغ شروع خود ویدیو. رفقا همونطور که بهتون گفتم قرار درباره این صحبت کنیم که کنون یا نیکون. کنون یا نیکون دقیقاً یه چیزی تو مایه‌های شیائومی یا سامسونگ، یا مثلا شیائومی یا هواوی، نه آیفون ها. آیفون مثل سونی و آیفون قشنگ رده بالاها و خیلی خفنای تو دوربین و گوشی هن. و امروز مثلا راجع به بین نیکون و کنون مثل یه چیزی تو مایه شیائومی یا سامسونگه و قرار که امروز درباره این موضوع کامل باهاتون صحبت کنم، همه چیزشو میخوام بررسی کنم باهاتون. آره خلاصه بریم سراغ اول از همه سلیقه. به نظر من که مهمترین نکته‌ای که تو خرید دوربین، گوشی و هر چیز دیگه ای مهمه سلیقه است. اول از همه شما ببینید آقا سلیقتون چیه. سلیقتون میتونه آیفون باشه، سلیقتون میتونه سامسونگ باشه، سلیقتون میتونه شیائومی باشه، هر چیزی میتونه سلیقتون باشه. دقیقاً تو دوربین هم یکی از عوامل خیلی تاثیرگذار تو خرید دوربین اینه که آقا شما سلیقتون چیه؟ سلیقتون میتونه کنون باشه، سلیقتون میتونه نیکون باشه. من به شخصه چون سلیقم کنونه، هیچ وقت نمیتونم برم سراغ دوربینای نیکون و اصلا یه حس عجیب غریبی ازشون میگیرم. برای همین سلیقم میگه که آقا کنون بخر، سلیقم میگه که آقا کنون بهتره. برای همین قبل از که مثلا بخواید دوربینتون بخرید، یه کوچولو مثلا مدل مختلفش رو نگاه کنید، مدل مختلفش رو یه حالا تست که اگه تونستن نزدیک دستتون بگیرید که بیاد دستون که آقا کدومش رو بیشتر دوست دارید. یعنی اصلا اولین باری که کنون یا نیکون رو میبینید خودتون به طرف یکیشون جذب میشید. پس سلیقه اولین و به نظرم که از مهمترین مواردی که باید بهش توجه کنید. دومین موردی که وجود داره طراحی این دو تا دوربین. طراحی کنون و کلا دوربین‌های مختلف خیلی شبیه به همه، یعنی همشون یه نوار وضعیت دارن، یه دکمه شاتر دارن، یه صفحه نمایش دارن، خیلی چیزاشون یکیه. اما طراحی دکمه‌ها، طراحی منوها، جاگیری دکمه‌ها، اینا همه تو دوربین‌های مختلف متفاوته. حتی توی مثلا دوربین‌های کنون سری مختلفش هم متفاوته. اما یه طراحی کلی دارن که خب بازم باید اینو ببینید که طراحی کدوم راحته. بازم این یا باید از نزدیک ببینید یا مثلا فیلم عکسشو داخل اینترنت نگاه کنید ببینید که آقا با طراحی کدومشون حال می‌کنه. طراحی نیکون بیشتر یا کنون؟ من خودم به شخصه با اینکه الان گوشیم طراحی آیفون 16 خیلی سال میشه و هنوز دکمه هوم اسکرین داره گوشی من، ولی من طراحی آیفون رو ترجیح میدم به 100 تا گوشی سامسونگ با یه ناچ اینجورون بالاش. من دوست ندارم و طراحی آیفون رو همیشه ترجیح دادم به گوشی‌های دیگه، به خاطر اینکه آقا سلیقه‌م اینه که آقا طراحی اینو بیشتر دوست دارم. پس طراحی هم یکی دیگه از مواردی که آقا اینا هنوز موارد کیفیت و ایناش نشدیم، ما الان داریم یه سری کلیت‌ها ازش میگم که اینا خیلی شاید مهمتر از اون کیفیت باشه. چون کیفیت به هر حال هر چقدر که پول بدی کیفیتشو داری، اینا خیلی مهم‌تره. پس به این چیزاش باید توجه کنید و ببینید که آقا کدوم طراحیشو بیشتر دوست دارید و بازم اینجا نمیتونیم انتخاب کنیم که دقیقاً نیکون یا کنون. تا اینجایی که بهتون گفتم اصلا نمیشه که بگی که کنون بهتر یا نیکون، اصلا قراره بهتون بگم که کنون بهتر یا نیکون. اما تا اینجا سلیقه‌ایه، هر کدوم که خودتون انتخاب کنید. بریم سراغ نکته سومی که وجود داره، بدنه دوربین. خب طبیعتاً هر چقدر که شما بیشتر پول بدید بدنه قوی‌تر و بهتری خواهید داشت. اما طبق تجربه کاربری که من هم از دست گرفتن دوربین کنون داشتم هم نیکون، کنون یه حس امنیت بیشتری میده. می‌بینید شاید خیلی مثلا کیفیت بدنش با نیکون متفاوت نباشه، به کیفیت بدنش خیلی خفن نباشه، اما وقتی دستتون میگیره یه حس امنیت، یه حس با کیفیت بودنی بهتون میده که من اینو خیلی توی کنون دوست دارم و حتی هم توی دوربیناش هم توی لنزاش این حسو خیلی خوب میتونه القا کنه. شاید خیلی هم خوب نباشه، این حس امنیت و این حس با کیفیت بودن رو میتونه بهتون بده. این یعنی که آقا این برند کار خوش رو انجام داده و به شما این حس اوکیه رو داده. پس توی بدنش به نظر من کنون خیلی بهتر از نیکون عمل کرده. مثلا سراغ قسمت بعدی، یعنی قسمت‌های مختلف دوربین مثل مانت، مثل دکمه‌ها، مثل چه میدونم فلش، مثل این قسمت‌ها. من طبق تجربه کاربری خودم میگم به نظرم نیکون خیلی بیشتر روی این چیزا وقت میذاره و خیلی بیشتر به این قسمت‌های مختلفش میرسه. کنون خیلی بیشتر فوکس کرده رو مثلا کیفیت خود عکس یا فیلم، ولی به نظرم نیکون اومده یه ذره بیشتر دیده، دکمه‌های بیشتری داخل بدن قرار داده که خب این باعث شده که شما بتونید خیلی راحت ازش استفاده کنید. ولی یه مشکلی که داره اینه که وقتی شما برای اولین بار کنون دست میگیرید، یکی دو بار باهاش کار کنید یا یک کوچولو از عکاسی بدون نمیتونی باهاش ارتباط بگیری. اما نیکون اینجوریه که خیلی اولش یهو گیج میشی، تعداد زیاد دکمه، طراحی یه کوچولو نرم نیست، سخته، انگار که به زور باید باش ارتباط بگیری و این البته این اتفاق تو سونی هم هست و خب شاید به دلیل حرفه‌ای بودنشه. اما به نظر من برای کسی که تازه میخوان شروع کنن کنون خیلی بیشتر میتونن باهاش ارتباط بگیرن و حس راحت‌تری از کار کردن با کنون بهشون دست میده. بریم سراغ یکی از بخش‌های مهم، یعنی تنوع لنز نیکون و کنون. به نظرم توی این مورد کنون یه برد خیلی بزرگی داره و خیلی توی تنوع لنزها و قیمت لنزها میتونه ببره نیکون. حالا این نظر شخصی منه، شاید یه سری بگن که نه لنزایی که نیکون داره بهتره، اما به نظر من کنون توی این مورد خیلی بهتر عمل کرده. اما ولی خب بریم یه ذره بالاتر، حرفه‌ای‌تر بخوایم نگاه کنیم، لنزهای خفن‌تری مثل سیگما وارد میشن که خب کامل کنون رو میزنن کنار، اما روی لنزهای اختصاصی خود شرکت کنون میسازه به نظرم توی مخصوصا پایین رده ها خیلی خوبه کنون و خیلی دستتون رو بازتر میذاره با یه قیمت مناسب. 50 میلی متر f1.8 کنون، 24 میلی متر f2.8، حتی 50 میلی متر f1.4، اینا لنزهای خیلی خفنیه که شما با قیمت زیر 10 میلیون تومان میتونید تهیه کنید. پس کنون به نظرم برد خوبی داره توی لنزها و انواع لنزها و قیمت لنزها و تو این مورد به نظرم کنون بهتر. میرسیم سراغ مهمترین قسمت از نظر من، یعنی کیفیت عکاسی و فیلمبرداری. هر چقدر اینا اوکی باشن، هر چقدر اینا خوب باشن، مهم آقا خروجی کاره، اینکه شما چه عکسی تحویل میده دور میاد یا چه فیلمی به تحویل میده. اول اصلا بریم سراغ بخش عکاسی. به نظرم داخل عکاسی نیکون یه سر و گردن از کنون بالاتره، چه از لحاظ کیفیت تصویر و از لحاظ شارپنس نیکون بهتره، هم از لحاظ جنس تصویر، رنگ تصویر نیکون یه حس بهتری داره. من خودم به شخصه جنس تصویر و رنگ و نور نیکون رو خیلی بیشتر دوست دارم و به نظرم یه جنس تصویر متفاوتی داره. همونطور که سونی شما عکاسی میکنید یه حس بهتری بهتون میده و یه حس متفاوتی داره با دوربینای کنون، نیکون هم دقیقاً همینجوره، یه جنس تصویر متفاوت و خوبی داره و شارپنسش هم واقعا خیلی بهتر از کنونه، این طبق تجربه کاربری که من داشتم و به نظرم توی بخش عکاسی نیکون یه سر و گردن از کنون بالاتره. اما داخل بخش فیلمبرداری به نظرم این قضیه کاملا 360 درجه که میشه همون 180 درجه میچرخه و به نظرم توی فیلمبرداری بازی کاملا به نفع کنون جلو میره و کنون یه سر و گردن که هیچی، دو سر و گردن از نیکون توی فیلمبرداری بهتره. هم فوکس خیلی بهتری داره توی مدل‌های پایین‌ترش، مخصوصا توی مدل‌های مثلا D5300 اگه اشتباه نکنم یا D3500 که جزو پایین رده‌ها و میان رده‌های نیکون هستن، به نظرم توی این قسمت 800 یا 80 کامل میزنه کنار دوربینای نیکون و علاوه فیلمبرداری و به نظرم توی فیلمبرداری خیلی بهترن. و اگه یه لنز اس هم روی دوربینتون روی کنون بنازید که می‌بینید من دارم همین فیلم‌ها رو با همین دوربین می‌گیرم و به نظرم توی فیلمبرداری خیلی از نیکون بهتره کنون. خب تمام نکات رو بهتون گفتم، تمام قسمت‌ها رو باهاتون بررسی کردم، هر نکته‌ای که به ذهنم رسید گفتم. برسیم سراغ نظر نهایی، یعنی نظر نهایی خودم. من اگه خودم بخوام انتخاب کنم، همونطور که بهتون گفتم چون سلیقه‌ام، چون طراحی و چون به نظرم فیلمبرداری هم واسم مهمه، میرم سراغ کنون و به نظرم خیلی هم دوربین خوبه. من الان 800D کنون رو دارم و به نظرم خیلی دوربین خوبه برای میان رده، از همه لحاظ فوق العاده است. داخل ویدیو قبلی هم کامل معرفیش کردم، کامل درباره‌اش صحبت کردم و داخل این ویدیو هم گفتم حالا بین نیکون و کنون، چون تو داخل ویدیوهای قبلی هم یه نکته کوچیک درباره کنون و نیکون گفتم یه دونه کاملا درباره‌اش بسازم. و به نظر من اگر شما برای شروع می‌خواید انتخاب کنید، برید سراغ کنون‌های پایین رده. توی پایین رده و میان رده‌ها به نظرم کنون بهتره، اما اگه خواستید دیگه حرفه‌ای ادامه بدید میتونید برید حتی سراغ میرورلس های نیکون. اگر که پول داشتید برید اصلا اینا رو بذارید کنار، برید سراغ سونی. اصلا برید بالا بیاید پایین، سونی خیلی بهتره. بین شیائومی و یا مثلا سامسونگ شما قطعا اپل رو انتخاب می‌کنید. خب اینم بود از سلیقه و نظر من. پس دمتون گرم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به کارتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوش اومده، خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. این لایکتون خیلی به دیده شدن من کمک میکنه. اگر از محتوای چنل من خوشتون میاد، خیلی ممنون میشم که چنل منم سابسکرایب کنید. حرف دیگه باقی نمیمونه، تا ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مخلصم.